در این فیلم تاثیر هیتر کارتر کمپرسور رو با همدیگه بررسی میکنیم علت سوختن و خرابی چند کمپرسور کوپلند که به کارگاه گروه مهندسی مهرسپند فرستاده شده بود مورد بررسی قرار گرفت و به اپراتورها برای بازنگری در سیکل چیلر تراکمی و سردخونه گزارش داده شد در دو کمپرسور اول کوپلند همانطوری که مشاهده می کنید سرسیلن دچار نشتی شده بود در کمپرسور دو مرحله ای سوختگی نقطه ای یا اسپات برنینگ در کویل سیمپیچ اتفاق افتاده بود در کمپرسور شش سیلن یکی از شاتون های کمپرسور شکسته بود و کمپرسور دوچار لرزش و صدای زیادی بود تمامی این کمپرسورها در یک نکته دارای اشتراک هستند همگی از گندکن روغن کارتر کمپرسور استفاده نکرده بودند. در دو کمپرسور کوپلنده اول به دلیل عدم استفاده از هیتر و مخلوط شدن روغن و گاز در زمان راه و ورود حجم زیادی از کف به سیلندر باعث به وجود آمدن ضربات هیدرولیک شده بود و در نتیجه باعث به وجود آمدن نشتی در سر سیلندر شده بود و در سیلندرها نیز به دلیل عدم روغنکاری مناسب باعث خوردگی رینگ ها شده بود. در کمپرسور شش سیلندر کوپلند از سه مشکل به صورت همزمان رنج می برد. سوپاپ های دیسچارج کربونیزه شده بودند که نشان دهنده گرم شدن بیش از اندازه کمپرسور و افزایش فشار دیسچارج. همونطوری که می بینید پین های دوبل نگهدارنده سوپاپ ها نیز خورده شده بودند. پین های نگه دارنده سوپاپ ها در کمپرسورهای های کوپلند نسبت به بعضی از سازنده های دیگر کمپرسور ضعیف و در این مورد خاص به دلیل عدم استفاده از لاستیک زربگیر سوپاپ در محل نشیمنگاه سوپاپ ها در پین ها پین ها دوچار خوردگی شده بودند همونطوری که میبینید یکی از شاتون ها هم شکسته علت این اتفاق رو هم میشه در هیتر کارتر کمپرسور جستجو کرد به دلیل عدم استفاده از هیتر کارتر و ایجاد ضربات هیدرولیکی شاتون کمپرسور شکسته اما در کمپرسور دو مرحله ای همونطور که میبینید نشانه قبلی که ذکر کردیم وجود نداره و کمپرسور بعد از کارکرد نسبتا کوتاه مدتی دچار سوختگی شده سوختگی از نوع اسپات برنینگ و در کویل سیمپیچیه زمانی که هیتر استفاده نشه و روغن به صورت کف در بیاد کف کل کارتر رو پر میکنه و در نتیجه میلنگ و شاتونها به سختی حرکت میکنند و باعث به وجود اومدن نیروی شعایی قوی و خوردگی بوشها و استاتور میشه افزایش آمپر مصرفی و نابالانسی در میلنگ میتونه باعث سوختگی هایی بشه که در حالت عادی نشانه آلودگی یا کانتامینیشنه ولی در این مورد نیز کویل از دو مشکل رنج می برده. مشکل دوم مجددا به تعمیر اشتباه و ناصاف کردن ولف پلیت و ایجاد زایده بر روی اون برمیگرده. پس اگر بگیم که علت خرابی کمپرسورها در 99 درصد موارد یا به دلیل وجود مشکل در چیلر تراکمی یا به دلیل تعمیر اشتباه کمپرسوره اقراق نکردیم.